گفته بودیم باید از همه نامه‌ها و پاکت‌های پستی که میرسن خبردار بشیم. برای آمر چیزی اومده؟ نه، برای آمر خان نیومده، برای ویدا خانم اومده. یه اطلاعیه در مورد فروش ملک مشترکشون با لیلا آجمزاده. چیزی شده؟ نه. یه چیزی شده؟ و تو بازم مثل همیشه داری از من پنهون میکنی. مامان، بازم قرار آخر از همه بفهمم؟ آره، یه خبری هست. خونه پدریمو گذاشتم برای فروش. خونه پدریت؟ ها، یعنی خونه لیلا. اولا اون خونه مال لیلا نیست، خونه ی هر دومونه. در ضمن اونه که به تفاهم چندین سالمون خیانت کرده، نه من. وقتی میگی خیانت بیشتر یاد کار تو میافتم. اوکیا، لیلا میخواد حقشو تو شرکت پس بگیره. تو هم در مقابل تهدیدش میکنی که خونش رو میگیری. همه باید حدشونو بتونن. فقط چون من میخواستم و صدامو در نیاوردم، سالها تونست راحت توی اون خونه زندگی کنه، ولی الان زیر حرفی زده میخواد شرایطو عوض کنه. حالا تو بگو، من دارم تهدید میکنم یا تهدید میشم؟ مامان، تنها چیزی که براش مونده اون خونه است. نمیتونی اونم ازش بگیری. من هر کاری لازمه انجام میدم. تو با این کاری که میکنی فقط داری تمام خاطرات پدری تو بچگی تو کثیف میکنی. اوکیا، تو مایه ی خجالتی، تو انقدر بیرحمی، انقدر بیوجدانی که واقعا روم نمیشه بگم تو مادرمی. چی شده؟ مامان جون، مامان جون چرا گریه میکنی؟ همش تقصیر اون زنه؟ بازم تقصیر لیلا خانومه؟ دخترم رو از دست میدم، داره دخترم رو ازم میگیره. لیلا خانم، خیر باشه. شما اینجا چی کار میکنی؟ اینجا صحبت کنیم؟ نمیخواین دعوتم کنیم بیام تو؟ خیر. لیلا خانم، تو اخلاق و رفتارتون یه چیز جالبی هست. شما هم خیلی عجیبی، پسرتونم خیلی عجیبه، جفتتون خیلی خیلی پر رویین. یعنی فکر کردین این حقو دارین بودو بودو پاشین بیاین خونه من؟ آره؟ ببینم این حقو کی بهتون داده؟
من فرض میکنم این سوال از سر صمیمیت. باشه، شما اینجوری فرض کنید. چون امروز صبح شنیدم یه مشکلی براتون پیش اومده. مشکل؟ انگار خوشتون میاد اینجوری فکر کنی، ولی خودتونو گول زدی. اوف، به نظرم بهتره برین سر اصل مطلب. لیلا خانم، میخواین این ملک رو نگه داریم؟ این خونه ملک نیست، زندگی منه. ببینم، به شما چه ربطی داره؟ ما یه خانواده ایم. وای، انگار شما این قضیه خانواده بودن رو خیلی بزرگ کرده. خانواده باشیم چی میشه؟ چه اتفاقی میفته ها؟ زنی که قبلا نه دیدینش نه اسمش رو شنیدین، یهویی دیگه نمیتونه بدون شما و کمکاتون زندگی بکنه. چی داری میگی؟ لیلا خانم، شما خیلی با خوشونت با قضیه برخورد میکنی. من به کمک هیچ کس نیاز ندارم. بریم به سلامت، خداحافظ. منو دست کم گرفتین. اوه، شما منو دست کم گرفتین. من جوابتون رو خیلی خوب دادم. شما هم خیلی خوب حرفامو شنیدین. جور دیگه ای هم برداشت نکنین. شما خانوادگی خیلی علاقه دارین یه جور عجیب غریب برداشت کنین. هیچ برداشتی نمی کنم، هیچ برداشتی. اومدم دست دوستیمو به سمتتون درست کنم. خونه منه، شکایت منه. شما خودتون رو قاطی نکنین. بلا بدو. اوکیا کجا؟ اوکیا نمیتونی اینجا بری. اوکیا کجا؟ میخواد کجا بری؟ میره پیش اون. آقا قادر پشت خط. میدا، تو واقعا این خونه رو میخوای؟ آره، بیشتر از هر چیزی. خب میخوای من کمک کنم خونه رو بگیری؟ این بهترین پیشنهادی بود که شنیدم قادر. خب پس خونه رو میگیری. آقا کمال، یکی از اهالی روستای پروژه رکتور تو اتاقتونه. خیره انشالله. تو چت شده؟ گفته بودی به من اعتماد کنین، اتفاقی واسهتون نمیافته. گفتی این حقتونه. من هنوز رو حرفم هستم. پس من بهت میگم داری حرف بی خود میزنی آقا مهندس. گفتم تحویلش بدم به طرف اصلی. این چیه؟ منم شکایتمو پس میگیرم. همه از ترس شکایتشون رو پس گرفتن. منم تسلیم میشم. گفتی مقاومت کنین، مقاومت کردیم. اینم نتیجهش. کی این کارو کرد؟ آدماتون. معلومه یه جاهایی حرف تو هم پیش نمیره. پس نباید به ما قول میدادی. من هنوز سر حرفم هستم. نمیذارم این عوضی ها حق و حقوقتون رو بخورن. آفرین تا. هر کاری بگیم تو انجام میدی. ولی نگران اینم که میونت با برادرت به هم بخوره. میدونی که هر اتفاقی واسش میفته منو مقصر میدونه. عامر خان، هر کی باید به کار خودش برسه. من تو این زندگی فقط از یه نفر دستور میگیرم، اونم شمایی. کمالم باید به این عادت کنه. راستی بگو ببینم، خانوادت نظرشون چیه؟ پدرت، مادرت، خواهر کوچیکت؟ تو خونه اوضاع یکم به هم ریخته است، به خاطر اینه که خبر ندارم. خیلی باشه. نه نه، چیزی نیست که حل نشه.
برای بابام یه اتفاق افتاد، بعدش هم خواهرم قرار بود نامزد کنه که وسط کار پشیمون شد و اینا، فرصت نشد. پس مشکل دیگه ای نیست؟ نه نه. خواهر کوچیکت چطوره؟ زینب. اسمش زینب بود؟ چطور باشه، از دانشگاه میاد خونه، از خونه میری دانشگاه، مشغوله دیگه. قربان من خواستین، بفرمایید. اتاق آقا تانر حاضره. حاضره قربان، حاضره. یعنی چی؟ عامر خان من اتاق دارم. این هویت جدیدته، مبارکه. من چی بگم، خدا ازتون راضی باشه. اتاق آقا تانر رو نشونش بده. طوفان بعدم بیا باهات کار دارم. اوکیا جون، میتونم یه مدت پیش تو بمونم؟ معلومه، بیا تو. اوکیه جان، من از خدامه، ولی فکر نکنم مامانت زیاد از این قضیه خوشش بیاد. اجازه نمیدم این خونه رو از تو بگیرن لیلا، فهمیدی؟ این بی‌انصافیه، بی‌انصافی. تو یکم آروم باش عزیزم، لازم نیست انقدر هیجان زده بشی. این خونه هم مال مامانت هم من. راستش خیلی هم عجیب نیست مامانت این خونه رو میخواد. ببین، به خاطر این قضیه علیه مامانت جبهه نگیر. تو داری طرف مامانم رو میگیری؟ عزیزم طرفشو نمیگیرم، من واقعیتو میگم، ولی اگه قرار باشه طرف یکی رو بگیرم مطمئنن اون تویی، نه مامانت. به خاطر من با مامانت دعوا نکن عزیزم. لیلا رسمن داری طرف مامانمو میگیری. ببین، اگه از مامانت دل بکنی بعدا خیلی غصه میخوری. دست خودم نیست لیلا، دست خودم نیست، انقدر از دستش عصبانیم. به نظر من تو این کارش نیت خیلی بدی داره. اوه، این یه جنگه، ولی جنگ من و اونه. عزیزم تو سعی نکن طرف کسی رو بگیری، ولی خوش اومدی. هر وقت دلت خواست بیا پیش من، اما نه برای جنگیدن با مامانت. خب شام چی بخوریم؟ یه فیلم قشنگم میذاریم ها، ولی نه یه فیلم خونوادگی و غمگین، یه فیلم شاد، باید خیلی شاد باشیم ها. صبر کن الان برمیگردم. عزیزم وقتی از این حرفا میزنی هیجان زده میشم. ما چی کار میکنیم؟ داریم دیوونگی میکنی؟ آره راست میگی، برای اولین بار تو زندگیم حس میکنم آدم جسوریم. منم از هیچی نمیترسم. خب پس یه ساعت دیگه بیا ببینمت. ببین خیلی کوتاه، بعدش دیگه هیچ وقت ولت نمی کنم. باشه میام. عامر خان تو اتاقشه؟ بله، اول اجازه بدین با عامر خان خبر بدم. فکر کنم اخراج شدم. خبرها رو گرفتی؟ یکم رنگ و رود پریده، خیلی ناراحت. همه چی به خاطر اینه؟ به خاطر ناراحت کردن من با جون و زندگی مردم بازی میکنی؟ فقط همین؟
فقط فکر میکنی کارا تمامی نداره، ولی من کارتو تموم میکنم. تو جنگت با من از میدون به در میشه. نه، ولی تو راضی نمیشی و هر وقت راضی بشی دست از این کارات برمیدار. مشکل تو اینه، تو با این کارات فقط خودتو میخوری و تموم میکنی. اگه من جای تو بودم خجالت میکشیدم. چرا باید خجالت بکشم؟ چون میخوای مردم رو مجبور به کاری بکنی و حرفت خریدار نداره. با دعوا، اجبار، با دشمنی، با کتک. به داداشتون بگین مراقب رفتارش باشه دیگه. نتونسته جلوی خودشو بگیره. ای خدا. شما نمیدونستی؟ ای بابا. تانر مثل داداشش خستم نمی کنه. به هر روشی که شده اهالی روستا تک تک دارن ضرری رو که به ما زدن جبران می کنن. کار شما هم دست برداری. آدمی مثل تو چطوری شرکت داره می کنه؟ چطوری زندگی می کنه؟ بازم اومدی نصیحت کنی؟ اشتباه نکن. اومدم بهت خبر بدم، اومدم بهت هشدار بدم که خیالت راحت نباشه. من هرگز بی خیال این قضیه نمیشم. چی کار میخوایی؟ مردم شکایتشون رو پس میگیرن، تموم میشه میره پیکارش. چرا باز همه چی رو به هم میریزی؟ من مثل تو نیستم. این تویی که با به هم ریختن زندگی مردم میدون رو بر خودت بزرگتر میکنی. ولی خیلی تحت فشارم میذاری. این که چیزی نیست عامر کوسیوغلو. اومدم بگم این هنوز چیزی نیست. اول بذار مجبورت کنم از این کار مسخرت دست برداری، بعد نوبت بقیهش میرسه. منتظرم باش، منتظرم باش. تانه افراد تو بردار فوری برو روستا. حس میکنم ممکنه یه مشکل کوچیک بشه. اگه نظرشون عوض بشه میونم و باهات به هم میخوره. تانر سایی داره. تو چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنی؟ شدی مشت عامر رو تو سر حق میزنی؟ من دارم کار خودم رو میکنم. کار تو این نیست. بابا تو رو برای کسافتکاری های عامر بزرگت نکرده. بگو، بگو، تو بهم بگو کارم چیه. چیه بگو. تو داری کارتو خراب میکنی، خبر نداری. داداشت اینجا تلاش میکنه تو راکتورا رو درست کنی. من دیگه هیچ حرفی با تو ندارم تانر. ای، فقط اینو بتون، اگه یه بار دیگه برای اینکه اون مردمو مجبور به کاری بکنی دست روشون بلند کردی، تاوانشو پس میگیرم، هم از تو هم از اون. هیچ کاری نمیتونی بکنی. تو به کار خودت برس. راکتوراتو بساز. نظر کلمون بره تو. میبینیم. بهت گفتم بازیچه یه اون مرتی که نشو. به حرفم گوش ندادی، اون یه بحثه. طرف ظالمو میگیری و با حق میجنگی، اونم یه بحثه. ولی با این کارا داری با من دشمن میشی. این بحثش فرق میکنه. کار من دیگه اینه. اینو تو مغزت فرو کن. از هیچ کسی هم نمیترسم. We'll be right back.
آقا کمال کجا میریم؟ میریم شرکت، خیلی کار داریم، باید خواب و از سر آمر کجوه رو بپرونیم. اصلی، سریع لیست خونه های روستایی که رکتورها رو درست میکنیم و در بیار. اومدم آزه باشم. من دارم میام. بیام دنباله؟ نه، گفتم نه، خودم دارم میام. راه هم نزدیکه، یکم قدم میزنم. زیاد منتظرم نذار. باش. قربان منو خواسته بودی. تانر رفت؟ رفت قربان. این کوچولو تحملش زیاد بوده. زینب سویدره؟ معلومه نتونستیم هولش بدیم زیر بال و پر برادرش. خودمون باید وارد عمل بشیم، باید به کمال کمک کنیم، باید مشکل خواهرش رو تو گوشش زمزمه کنیم. همه چی حاضره، میتونیم عکس رو بفرستیم. من ترجیح میدم یکم دراماتیک تر باشه. تو کپی عکس رو بیار برای من، من یه فکر بهتر دارم. کمال نیست؟ نه رفته. راجب این قضیه شکایت خیلی اذیتش میکنم. آمر دشمن خیلی خطرناکی عمو جان. اگه من جای آمر کزجغلو بودم، قبل اینکه کمالو با خودم دشمن کنم بیشتر فکر میکردم. عمو جان تو خوبی؟ عمو جان فکر کنم مسموم شدم. لازم نیست بترسی، چیزی نیست دخترم. من برم دست و صورتم رو بشورم. موبایل حقی آلا جان، با کی صحبت میکنم؟ روز بخیر، به خاطر نتایجش تو کلینیک تماس گرفتم. نتایج حاضر، امروز میتونه تحویل بگیره. متوجه نشدم کدوم نتایج؟ یه سری آزمایش ازشون گرفتیم، لطفاً بهشون بگین میتونه بیا تحویل بگیره یا واسهشون ایمیل کنیم. من بهشون میگم لطفاً به ایمیلش هم بفرستین. میشه به ایمیل منم بفرستین؟ شما؟ برادر زادشم آسو آلج @nhz.com. خیلی ممنون. خب، نمیخوای یه چایی برام سفارش بدی؟ عمو جان، کی میخواستی به هم بگی مریض؟
آقا را بیفت. خانم کجا میری؟ چیز رستوران سفید. نمیتونستی دو قدم پیاده بری؟ همین جاست که. آی ببخشید، من فکر میکردم یکم دورتره، برای همون سوار تاکسی شدم. ببخشید. خیلی خوب. الو سما کجایی؟ دارم میرم خونه. دو دقیقه وایسا. محض رضای خودم الان میام نزدیک قهوه‌خونه. باید یه چیزی بهت بگم. باشه. کجایی تو؟ کجایی؟ زینب با من ازدواج میکنی؟ اوزان چی کار داری میکنی؟ سعی میکنم با عجله باهات ازدواج کنم. گفتم حداقل مثل آدم خواستگاری کنم. زانوم درد گرفت، جوابمو بده دیگه. جواب تو دادم دیگه اوزان. جواب با تأخیر و بدون مقدمه. یه بارم اینجا جواب بده. بله. چقدر وقت داری؟ کم. مگه گفتی کجا میری؟ لوازم تحریری. با هم خیلی بهمون خوش میگذره زینب. خیلی عزیزم. آره روزایی میرسه که خیلی بهمون خوش میگذره. مثل بوم رو سر همه منفجر میشی. اصلی؟ بله. فوری بگو مسئول نگهبانی بیاد بشه. چشم. باشه. کمال اومده. باشه تو هم برو به کارت برس. راستی فعلا به کمال چیزی نگو، وقتش که شد خودم میگم. این چقدر وقتمونو میگیره؟ آقا کمال تا فردا صبح آماده میشه. خوبه، بدون اسلاف وقت فوری شروع میکنیم. چشم قربان. اصلی این اطلاعیه رو تو تمام تلویزیون ها و روزنامه ها پخش کن. چشم قربان. کمال چرا همه تو تکاپو هست؟
یه عملیات کوچولو برای آمر کزروغلو. باید از همه عذرخواهی کنم. چرا به تلفنم جواب نمیدی؟ کار داشتم. زینب ببین نگرانت میشم، داری کارای مشکوک میکنی. به زودی خبردار میشی، نگران نباش. منظور چیه؟ بی خیال، چی شده؟ چرا به ام زنگ زده بودی؟ ساله چی؟ امروز یواشکی بازجوییم کرد. وای امروز منم تعقیب میکرد ولی از دستش در رفتم. دختر بدجوری بهت گیر داده، خواهش میکنم مراقب باش. باشه، صبر کن بعدم میبینمت، پشت خطی دارم، حتما داداشمه. کوچولو بیا این سمت. چی داری میگی؟ بیا این سمت. نکنه میخوای من بیام؟ صبر کن. اینقدر دلت واسم تنگ شده؟ داشتم به این فکر میکردم که برات یه هدیه آوردم. بیا برو. میخوای من پیاده شم؟ هنوز به داداشت نگفتی؟ تو مشکل چیه؟ دیگه چی از جونم میخوای؟ بسه دیگه. خیلی عاشقم شدی. آره هر کس دیگه جای تو بود همین کارو میکرد، اصلا قصه نخورد. تو شیطانی، شیطان. ممنون. میخوای به داداشم بگم؟ آره. چجوری میخوای مجبورم کنی؟ چجوری میخوای وادارم کنی؟ مجبورت نمی کنم. وقتی هدیتو ببینی خودت میری میگی. بگیر. حد میزدم دلت تنگ شده باشه، گفتم یه هدیه بهت بدم که با نگاه کردن بهش عشقت زنده بمونه. شوخی کردم، دارم یه آلبوم خانوادگی برای داداشت آماده میکنم. نمیتونی این کارو بکنی. چیو؟ با کمال میل اینا رو به داداشت میگم. تو دیوونه ای؟ من میگم همه اون کارت بس نبود، حالا هم اینجوری اذیتم میکنی؟ نه بس نبود. میدونی دلم برای این نگاه های متعجب تنگ میشه. به این فرصت بده، خودم به داداشم میگم، چیو میگم. منم همین فکر رو میکردم، فقط من زیاد منتظر نمیمونم. خواهش میکنم یه چند روز دیگه به مهلت بده. تو شوکه شدی؟ آره. شاید فردا تو هم شوکه بشی. از کجا من؟ اون روز این لحظه رو به یاد بیار. کدوم روز؟ روزی که داداشم خفت میکنه، قیافم یادت نره. اون موقع تاوان کارایی که کردی ازت پس میگیره. ببینیم چی کار میکنی.
بفرما داداش. ای خدا. آخی. در چه حالی؟ خوب. داریم پیش میریم. تو چی؟ خستم. تحت فشارم. ولی محکم وایستادی. محکم وایستادم. ولی دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. کمال، کیت برای عامر کار میکنه؟ برادرم. بیخیال. درست میشه، درست میشه، درست میشه. روزی میرسه که اونم میاد طرف تو رو میگیره. ولش کن. از تو چه خبر؟ دونستی چیزی پیدا کنی؟ والا زمین دهن باز کرده رفتن تو زمین. زهیر، فرض کن خیلی میترسی، بدون اینکه هیچ ردی بذاری چطوری فرار میکنی؟ خدا باز شروع کردی. سوال تخصصیه داداش گل من. اگه میتونستم مسئله ریاضی حل کنم به نظر تو ابتدایی ترک تحصیل میکردم. ولی این روزا مدرک تو بیشتر از همه به درد میخوره. چی کار میکردم؟ همه چیو میفروختم، یه گوشه قایم میشدم. باشه، یه گوشه قایم میشدی، ولی چه جوری قایم میشدی؟ ببین، فرض کن یه گذشته داری که میخوای ازش فرار کنی. اول میخواستی اسمتو عوض کنی و از اون خلاص شی. به کمک تو نه تنها ریاضی بلکه ادبیات هم پیشرفت کرد. یه پاسپورت جعلی، یعنی یه اسم تازه، کمک میکنه بری یه جایی قایم شی. انگار متوجه نشدی. بذار یه بار دیگه توضیح بدم. صبر کن، صبر کن، صبر کن. دارم به این فکر میکنم اگه من ظهیرم تو دیگه کی هستی؟ نمیخواد چیزی. چرا تنهایی؟ بچه هاتون کجا؟ خواسته یکم حال هواش عوض شد. آها، پس تو نخواستی حال هوات عوض بشه. چی؟ خب پیش خالش میمونه بدون اینکه به من خبر بده؟ تلفنش خاموشه. دخترتون تو این قضیه که خاله بازی زیادی هیجان زده شده، شما رو بی خیال شده. باز من باید برم دنبالش. بسپر به من. میدونم وقتی بری اونجا چه اتفاقی میفته. میفتیم سر لج. پشتشم به این خاله گرمه، تو روی تو هم وای میسه. باشه.